خبری خوش آمدید. من امشب دارم از نقطه‌ای با شما صحبت می‌کنم که چند روزیه در تمرکز رسانه‌های بین‌المللی، اصحاب رسانه و تحلیلگران سیاسی و نظامی جهان قرار گرفته. من هم اکنون در منطقه کنارک، منطقه سوم نبوت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با شما صحبت میکنم، جایی که رزمایش مرکب ایران، چین و روسیه در اون برگزار شد. با توجه به اهمیت و بازتابهای گسترده این رزمایش، ما امشب از این منطقه و در کنار نافشکن تمام ایرانی سهند برنامه رو تقدیم شما میکنیم. امیدوارم که بتونید ابعاد مختلف این رزمایش رو از برنامه امشب و از صحبت‌های امیر خانزادی، فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بگیرید. امیر سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به گفته ویژه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز. سوال اول اینجوری پرسم، چرا اینقدر خیلی بازتاب زیادی داشت و رسانه‌های مختلف اینقدر روش تمرکز کردند؟ من امروز شنیدم حتی کنگره آمریکا و برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه هم نسبت به اون واکنش نشون دادن. چه اهمیت، چه ویژگی داشت که اینقدر مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت؟ خب ما تا امروز درگیر فازهای مختلف رزمایش بودیم و به نظر میرسه که زمان بیشتری نیاز هست تا ابعاد و در واقع بازتاب‌های خبری اون رو بررسی و تحلیل بیشتری بکنیم، اما اون چیزی که به نظر میرسه چند تا موضوع باعث شد که این رزمایش ابعاد پیچیده‌تری به خودش بگیره و بازتاب‌های خبری متعددی داشته باشه. از جمله اینکه اولا سه تا قدرت بزرگ آسیایی برای اولین بار در این منطقه یک رزمایش مرکب رو انجام میدادن، قدرت‌هایی که تا کنون و پیش از این انتظار و پیشبینی یه همچین رزمایش رو در ارتباط با اونها شاید نمی‌کردن. و نکته حائز اهمیت دیگه اینه که به هر حال آمریکایی‌ها و غربی‌ها سال‌ها روی این منطقه سلطه داشتن و به نوعی استکبار جهانی توی این منطقه فشار زیادی رو تحمیل کرده بود در سالیان متمادی و سوار این منطقه، و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی یکی از استراتژیک ترین نقاط جهان رو به نوعی اونها از دست دادن و مردم ایران عزیز با استقلال کامل حاکمیتی رو توی این منطقه برقرار کردن که تا امروز الهام بخش شده برای ملت‌های منطقه و ملت‌های جهان. بنابراین اونا عادت ندارن از این منطقه قدرتی بیرون بیاد که پنجه در پنجه استکبار بندازه و سیاست‌های اونها رو بر نتابه و حرف خودش رو به طور مستقل بزنه. و این قدرت نه تنها حرف مستقلانه امروز میزنه، بلکه قدرت‌های بزرگ جهان رو باهاشون ائتلاف شکل میده، رزمایش اجرا میکنه و این به نوعی برای اونها نه باور کردنی است، نه پذیرفتنی است و نه عادت به این موضوع دارن. ضمن اینکه 40 سال از همه ابعاد مختلف تحریم‌هایی رو به ایران اسلامی تحمیل کردن و باورشون نمیشد که از زیر چنین تحریم‌هایی ملتی سر بلند بکنن، نیروی دریایی قدرتمندی رو به وجود بیارن و این نیروی دریایی قدرتمند بتونه رزمایش رو در دریا شکل بده. وقتی سه قدرت بزرگ آسیایی در کنار هم قرار میگیرن و اون هم برای اولین بار، قطعا این در کنار هم قرار گرفتن توانایی تولید روند داره و کشورهایی که روند تولید میکنن معمولا دست بالاتر رو دارن. این شاید یکی از نکات مهمی است که برای اونها نگرانی ایجاد کرده. فکر کنم اولین رزمایش بین المللی بدون حضور آمریکا در منطقه شاید باشه این. بله همینطوره، به جرات میشه گفتش که تا امروز هر رزمایشی در منطقه شکل گرفته یا اونها با اون رزمایش رو برنامه ریزی کردن یا دخالت و حضور 100% در اون رزمایش داشتن. امروز من تو خبرها داشتم نگاه میکردم، یه اتفاقی افتاد و یه قسمتی از رزمایش به آزاد کردن دو تا کشتی تجاری دیگه اختصاص داد. این اتفاقاتی که تو این چند روز افتاد چه ویژگی داشت، چه تمرین هایی انجام شد و چرا این نوع تمرین رو انتخاب کردی؟ ببینید این رزمایش همونطوری که از اسمش مشخصه، کمربند امنیت دریایی، روی موضوع امنیت تاکید بسیار زیادی داشت و وقتی صحبت از امنیت میکنیم اون چیزی که به عنوان یک پدیده شوم و ناخواسته در این منطقه وجود داره و ما احساس میکنیم که دست استکبار در اونجا هست
و اون موضوع دزدی دریایی است. دزدی دریایی خطوط محصولاتی دریایی تجارت دریایی جهان رو همواره مورد تهدید قرار داده توی سالیان گذشته در این منطقه. این منطقه که عرض میکنم تاکیدمون رو منطقه خلیج عدن و محدوده باب المندب و سواحل سومالی و اون مناطقی است که به نوعی طی این سالها شاهد موضوع دزدی دریایی در اونجاها بودیم. خب وقتی موضوع دزدی دریایی است، ما تجربه این رو داشتیم در سال 91 یک شناور ایرانی، شناور تجاری ایرانی توسط دزدان دریایی روبوده شد و به نظر من میرسه فروردین سال 91 بود که ما عملیات رد رو برای آزادسازی این شناور انجام دادیم. اونجا اینو تجربه کردیم که عملیات آزادسازی شناوری که دزدان دریایی یا هر نیروی معارض دیگه ای اونها رو به تصرف در آورده یکی از موضوعات بسیار مهمی است که باید تمرین بشه، مورد علاقه همه کشورها هم هست، به ویژه کشورهای این منطقه که این تهدید براشون جدی است، به شدت مورد علاقه اونهاست. این تمرین رو در برنامه رزمایش پیش بینی کرده بودیم و دیدید که چقدر خوب از چند جهت، هم به وسیله عملیاتی که از دریا انجام شد، تکاوران نیروی دریایی از عرشه شناور بالا رفتن و تونستن مستقر بشن به سرعت روی عرشه، و همینطور از آسمان با عملیات راپلی که انجام شد توسط بالگرد این کار به خوبی انجام شد و به نوعی تمرین کردیم اون چیزی که ممکنه در یک صحنه رزم واقعی به وجود بیاد. این ترکیبی دقیقا به چه معناست؟ آیا چین و روسیه اول خیلی اهمیت دارن به دلیل اینکه دو تا رقیب جدی آمریکا هستن توی عرصه نظامی و حالا اومدن با ایران یک رزمایش رو برگزار کردن، این ترکیبی به چه معناست دقیقا؟ اینکه وقتی یک رزمایشی در مجموعه نیروهای مسلح یک کشور برگزار میشه بهش میگن رزمایش مشترک، یعنی نیروهای یک کشور اون رزمایش رو انجام میدن. موقعی که نیروهای چند کشور برای انجام یک کار گروهی که عمدتاً شکل رزمایشی در کنار هم قرار میگیرن، حالا دیگه به این رزمایش میگن مرکب. در واقع مرکب از چند کشور این رزمایش انجام میشه، برای اولین بار در اینجا انجام شد و وقتی صحبت از مرکب شدن یک رزمایش میشه اینجا زبان بسیار معنا پیدا میکنه. در واقع نیاز به یک زبان مشترک برای انجام کارهای تاکتیکی داریم. ببینید تو این رزمایش سه تا کشور هر کدوم به یک زبان بودن، زبان ایرانی، زبان روسی و زبان چینی. چطور میشه پشت مدارهای مخابراتی واژه‌های تاکتیکی استانداردی رو به کار برد که برای همه طرف‌ها مفهوم داشته باشه و بدون کوچکترین خطایی اون واژه‌های تاکتیکی رو به مورد اجرا در بیارن؟ ضمناً بیگانه هایی که در منطقه حضور دارن و تلاش میکنن که این کدها رو استراق سم بکنن، اونها هم از این کدها چیزی سر در نیارن. خب یک سال طول کشید تا همکاران من با استفاده از یه ظرفیت بسیار خوبی از پیشکسوت های نیروی دریایی کتاب تاکتیکی رو که زبان مشترک رو بین نیروهایی که میخوان یک عملیات مرکب رو انجام بدن طراحی کردن. این کتاب بعد از طراحی شدن در چند رزمایش داخل نیرو دریایی مورد تمرین قرار گرفت و نتایج خوبی از اون در اومد و تو این رزمایش برای اولین بار در مراحل تحریزی این کتاب رو مطرح کردیم. هم طرفای چینی و هم طرفای روسی این کتاب رو تایید کردن و برنامه‌ریزی رزمایش برای تبادل اطلاعات و گفتگوی پشت مدارهای مخابراتی بر مبنای کتابی شد که برای اولین بار میخوام بگم در تاریخ ایران اسلامی برای انجام یک عملیات مرکب این کتاب طراحی شده. در چه سطحی، شاید برای خیلی از مردم سوال باشه که چین و روسیه در چه سطحی شرکت کردن در این رزمایش، تجهیزاتی که آوردن در چه سطحی بود؟ خب به نظر میرسه که مردم از طریق رسانه‌های مختلف به ویژه فضای مجازی اطلاعات زیادی رو در مورد شناورهایی که حضور داشتن دریافت کردن. ناوشکن روسی که در منطقه حضور پیدا کرد به همراه دو شناور پشتیبانی دیگه، یکی از پیشرفته ترین شناورهای جنگ ضد زیردریایی است. یعنی این شناور توانایی این رو داره که هر زیردریایی رو در هر عمقی پیدا بکنه، شناسایی بکنه، رهگیری بکنه و مورد هدف قرار بده. ضمناً تسلیحات بسیار خوبی
در ارتباط با رزم سطحی در اختیار داشت. رادارهای بسیار پیشرفته‌ای رو در اختیار داشت که میتونستن اهداف رو در مسافت‌های دور چه در سطح و چه در آسمان شناسایی بکنن و به لحاظ توناژ اگر بخوایم مقایسه انجام بدیم، ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سند که امروز در کنارش نشستیم 1300 تن، ناوشکن روسی که در منطقه حضور پیدا کرد 4200 تن وزن این شناوره. و باز اگر ناوشکن چینی رو بخوایم مورد مقایسه قرار بدیم، یک شناور تقریبا نوعی بود که چینی ها ساختن، شناور بسیار بروزی است. لحاظ وزنی اگر بخوایم مقایسه بکنیم، اون شناور 7400 تن وزنشه، یعنی آن چیزی که در شأن یک رزمایش مرکب در مقیاس جهانی با تأثیرات راهبردی بود، هر دو کشور پای کار آوردن. جمهوری اسلامی ایران هم همه توان مورد نیاز رو متناسب با ترکیب رزمایش پای کار آورد. هم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، هم نیروی دریایی سپاه برابر سازمان رزمی که طراحی کرده بودیم شناورهای خودشون رو پای کار آوردن. عرض به حضورتون که اولا بپرسم این رزمایش ها ادامه پیدا میکنه؟ بله، ما برابر موافقتنامه‌ای که برای همکاری نظامی با هر دو کشور داریم، این توافق رو کردیم که این رزمایش رو به طور سالانه تکرار بکنیم. بعد امکان داره از کشورهای منطقه هم در این رزمایش دعوت بشه در سالهای آینده؟ ما حتما دعوت میکنیم که کشورهای منطقه، چون برای ما اولویت بسیار بالایی دارن که دستیابی به امنیت جمعی رو با همکاری کشورهای منطقه حتما داشته باشیم. بنابراین هم دعوت میکنیم و همین امکان وجود داره که اونها ملحق بشن به این رزمایش. امید، این منطقه عمومی که انتخاب کردین چه اهمیتی داشته؟ ببینید، ما باید در یک نقطه این رزمایش رو انجام میدادیم. اگر به دریاهای جمهوری اسلامی ایران یا حوزه های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران نگاه بکنیم، ما 3 تا از 6 حوزه ژئوپلیتیکی، 3 تا از حوزه ها دریایی است: دریای خزر، منطقه خلیج فارس و دریای عمان. خب خزر که موضوع منطقه رزمایش نیست، البته در خزر هم داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که با کشورهای اون منطقه یک رزمایش دریایی رو انشالله به زودی برگزار بکنیم، برای سال آینده پیش بینی شده. اما از دو حوزه‌ای که باقی میمونه، خلیج فارس به اعتقاد ما یک آبگیریه که فی نفسه اصلا امن اونجا، یعنی در خلیج فارس هیچ تهدیدی وجود نداره و اصلا موضوعی نیست که ما اونجا بخوایم براش یک تمرین دریایی رو، یک رزمایش رو بخوایم برنامه ریزی بکنیم. و تنها تهدیدی که اونجا متصوره وجود آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها و رژیم اشغالگر قدس، اینا تهدید هستن در اون منطقه. اون منطقه آرامش کامل رو داره و امنیت خودش رو داره. پس دریایی که متناسب با شرایط رزم واقعی ماست و تهدیدها در اونجا گسترش پیدا کردن، چه موضوع تروریسم دریایی، چه سایر ابعاد تهدیدات، منطقه اقیانوس هند، شمال اقیانوس هند و این بندر که بندر اقیانوسی جمهوری اسلامی ایران هست، انتخاب کردیم برای اینکه رزمایش رو در اونجا اجرا بکنیم. میخوام بپرسم که در آینده باز دوباره در همین منطقه انجام خواهد شد یا اینکه ممکنه؟ بله قطعا اگر رزمایش بخواد تکرار بشه، منطقه اجراش اینجاست. البته ممکنه متناسب با شرایط وسعت منطقه تمرین گسترده تر از اون چیزی بشه که در این رزمایش اولی برگزار شد. 17000 تا بود؟ 17000، بله 17000 کیلومتر مربع بود. قطعا در رزمایش‌های بعدی متناسب با سازمان رزم و نوع تمریناتی که پیش بینی می‌کنیم، منطقه رزمایش ممکنه گسترش هم پیدا بکنه. این که ما 17000 متر بر حال کیلومتر مربع رو ما بیایم خط قرمز اعلام کنیم، 3 تا کشور رزمایش انجام بدن، کس دیگه وارد این خط قرمز نشه، چه پیام سیاسی و نظامی داره؟ بیشتر نظامی. ببینید، این به نوعی یک نمایش قدرت و اقتداره. البته اقتدار نه به اون معنا که تجاوزی به حدود و حریم دیگران اتفاق میفته، اقتدار به این معنا که نیروهای دریایی این کشورها توانایی این رو دارن که کنترل کامل، ما اصطلاحی رو در نیروی دریایی داریم به عنوان یک کار ویژه مهم برای هر نیروی دریایی، البته نیروی دریایی در مقیاس جهانی، اون کار ویژه کنترل دریایی است. و در کنترل دریایی میگیم ظرفیتی است که یک نیروی دریایی بتواند دریا رو در ابعاد زیر سطح، سطح دریا و آسمان، به نفع خودش مورد بهره برداری قرار بده و رقیب رو از استفاده از اون منع بکنه. این رو به طور کامل تو این رزمایش ما تمرین کردیم، این منطقه رو تحت کنترل گرفتیم، تمریناتمون رو به طور کامل به مورد اجرا قرار دادیم.
حتی یک سریال با تأخیر زمانی مواجه نبود، به دقت و به طور کامل به مورد اجرا درآمد و این نمایش قدرت و اقتداری بود که نیروهای دریایی کشورهای حاضر در رزمایش به نمایش گذاشتن. اساساً این رزمایش ما حالا شاید برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم حالا نه اسمشو بشه رزمایش گذاشته نشه، به هر حال تحرکات دارن، این نوع رزمایش با رزمایش دیگه چه تفاوتی داره؟ ببینید، رزمایش هایی که من به نظر میرسه صبح و دیشب هم در این مورد اشاره داشتم که آمریکایی ها و کلن جامعه استکبار جهانی که در رأس اونها آمریکایی ها قرار میگیرن، هر چند وقت یه بار یه رزمایشی رو توی منطقه، اتفاقا در جایی که امنیت کامل برقراره یعنی خلیج فارس، به مورد اجرا قرار میدن و یه تعدادی از این کشورهایی که خیلی هم معنادار نیستن رو دور و بر خودشون جمع میکنن، هیچ اتفاقی هم در اون رزمایش نمیفته، اسمای عجیب غریبی هم براش میذارن، نمیدونم دندان تمساح، نمیدونم چیه، اسامی عجیب غریبی رو به کار میبرن، چند روزم توی دریا پرسه میزنن، هیچ اتفاقی هم نمیفته و میبینیم هیچ بازتاب رسانه‌ای هم ازش در نمیاد. اما اون چیزی که در این رزمایش اتفاق افتاد تمرین واقعی تاکتیکایی بود که برای اونها از قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم و برای برقرار کردن امنیت توی منطقه واقعا به اونها نیاز هست و به جرئت باید بگم هر سه کشور و در جمهوری اسلامی ایران هر دو نیروی دریایی ارتش و سپاه خیلی خوب از پس مسئولیت هایی که در این رزمایش به اونها واگذار شده بود برآمدند. اخیراً یکی از حالا کشورهای آسیایی هم در مجلس خودش تصویب کردن که تو این نمیدونم اسمشو بذاریم به اصطلاح ائتلاف شرکت کنند و حالا گفتم ما هم به هر حال ناوگو میفرستیم. فکر میکنید واقعا عملی بشه یا به قول یکی از دوستان همچنان این ائتلاف کاغذی باقی بمانه؟ این ائتلاف به نظرم میرسه که بیشتر نمایشی است، یعنی بیشتر در موردش حرف زده شده، چون اصلا وجودش یک چیز بیمعنیه، در کنار هم قرار گرفتن برای موضوعی که اصلا خودش موجودیت نداره یعنی ناامنی، به نظرم میرسه که هدر دادن سرمایه هاست و هم همین رو میدونن. تا امروز هم اگر تلاش کردن این موضوع رو به صورت نمایشی هم حتی اجرا بکنن، دیدید که هیچ کشوری به این ائتلاف ملحق نشد و خود اونها هم که همواره توی این منطقه در حال پرسه زدن بودن، آمارها موجوده، سیستم های اطلاعاتی ما دائم داره رصد میکنه نیروهای نظامی حاضر در منطقه رو، ببینید چند تا ناو آمریکایی در منطقه خلیج فارس حضور دارن، چه استعدادی از اینها 300 مایل 400 مایل دورتر از مرزهای جمهوری اسلامی یه جای چنبره زدن، حتی جرأت این که مثل گذشته با اون استعداد قبلی وارد این منطقه بشن رو ندارن، چون میدونن که باید به شکل کاملا منظم مرتب با رعایت همه قوانین از زیر چشمان سربازان نیروی دریایی فرزندان این مملکت بیان و برابر قوانین و مقررات بین الملل از این مسیر عبور بکنن بدون اینکه خطایی مرتکب بشن. دوران پرسه زدن های بی خودی دیگه گذشته، هم ما به حقوقمون آشنا هستیم و هم منافعمون رو میدونیم و هم این رو به اونها دیکته میکنیم و اجازه نمیدیم دست از پا خطا بکنن. دیگرانی هم که حالا خواسته یا ناخواسته یا با رویکرد سیاسی اظهار نظرهایی میکنن و تمایلاتی نشون میدن، باید این رو بدونن که دور ریختن سرمایه ملت‌ها برای تن دادن به اون چیزی که یک نمایش بیخودی است در منطقه کار بیهوده است و نباید وارد این فضا بشن. از تجهیزات ایرانی که در این رزمایش به کار رفته برامون بگید چه ویژگی‌هایی داشتن؟ آیا اتفاق جدیدی، تست‌های جدیدی انجام شد؟ اون چیزی که در سازمان رزم پیش بینی کرده بودیم، خب ما از استعداد موجود نیرو دریایی به کار گرفتیم، ضمن اینکه همزمان که این رزمایش رو داریم انجام میدیم ما یک رزمایش دیگه ای رو که اون یک مقدار عملیاتی تر و تاکتیکی تر بود در منطقه دیگه در حال انجام داشتیم که برابر اون ما تمرین پرتاب اژدر رو داشتیم که اصلا جزء تمرین های این رزمایش نبود، همزمان به نوعی عملیات جنگ الکترونیک رو توی منطقه دیگه اجرا می‌کردیم. در منطقه خلیج عدن به طور همزمان ناوگروهی رو اونجا مستقر داریم. بنابراین می‌بینید که یگان‌های ما
گذشته از اینکه روی محورهای گشت هستن و امنیت رو در سایر مناطق دارن برقرار میکنن، یک تمرین رو هم اینور دارن انجام میدن. ناوشکن جمهوری اسلامی سهند ایرانی ترین شناوری بود که در این رزمایش حضور داشت و امروز با اقتدار در سریال رژه دریایی ناو رژه گیرنده رزمایش بود و این همون سهندی که سال گذشته به نیروی دریایی ملحق شد و به طور پیوسته یعنی حتی به جرات میشه گفتش که شاید یکی دو ماه مثلا استراحت داشتن در منطقه خلیج عدن، دریای سرخ حضور داشتند و بلافاصله بعد از اونجا اومدن با یک تمدید آمادی به این رزمایش ملحق شدن و کار این رزمایش رو انجام دادن. عرض به حضورتون، جدیدترین رزمایش که در پیش دارین؟ ما خب برابر برنامه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا انتهای سال حتما رزمایش هایی رو در پیش دارن که نیروی دریایی هم بخش بسیار مهمی از همون رزمایش هاست. اما اگر صحبت از رزمایش های مرکب بخوایم بکنیم، برابر تعهدی که در قبال اجلاس فرماندهان نیروهای دریایی اقیانوس هندو داریم و الان هم مسئولیت ریاست دوره اون اجلاس رو داریم، همزمان ریاست کارگروه امنیت دریایی اون اجلاس رو هم داریم. در قالب اون کارگروه رزمایشی رو در منطقه اقیانوس هند اجرا خواهیم کرد که در اون کارگروه 15 کشور عضو هستند. چند کشور تا الان اعلام کردن که شناورهای خودشون رو اعزام میکنن، تحریزی رزمایش انجام شده به طور کامل. تعداد زیادی کشور هم از سراسر جهان، نه فقط از منطقه اقیانوس هند، علاقمند هستن که در این رزمایش به عنوان ناظر حضور داشته باشن. حالا من شاید اسم نبرم از کشور خاصی، اما کشوری هست که در اصطلاح دریایی لندلاکه، یعنی دسترسی به دریا نداره، در خشکی محصوره، اما اون اعلام کرده که من علاقمندم در این رزمایش حضور داشته باشم. اتفاق حتما مهمیه، حالا اونم باید تحلیل کنیم. الان توسعه تجهیزات و اینا رو ما حالت مفصل در برنامه پیش همین گفتگو ویژه خبری هم پرداختیم، طبق زمانبندی جلو میره و بله. ببینید، در ارتباط با تجهیزات ما هیچ گلوگاه تکنیکی نداریم. یعنی همه اون چیزی که برای ساخت شناورها مورد نیاز است، الحمدلله در جمهوری اسلامی ایران هم دانشش وجود داره، هم زیرساختش وجود داره، هم فناوریاش وجود داره. ضمن اینکه با وجود همه تحریم ها و فشارهای اقتصادی که بهش میگن، اینها حالا یه شوخی رو میکنن، میگن فشار حد اکثری، واقعا خنده داره 40 سال یک کشور رو زیر تحریم داشته باشی، از روز اول هم نیروهای مسلحش رو به صورت 100% تحریم کرده باشی، و امروز ما به جرات میگیم که هیچ محدودیت مالی و اعتباری هم برای ساخت تجهیزاتمون الحمدلله نداریم و همه منابع مورد نیاز تامینه. جدیدترین چیزی که اضافه خواهد شد، ما انشالله برابر وعده‌ای که وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران داده، برای بهمن ماه پیشبینی الحاق ناوشکن جمهوری اسلامی ایران دنا رو به ناوگان نیروی دریایی داریم در بندر عباس و همزمان پیشبینی شده که اولین ناو مینشکار نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران هم در بندر عباس، اون هم به دست صنعتگران وزارت دفاع با همکاران بنده در نیروی دریایی ساخته شده، اون هم انشالله به ناوگان نیروی دریایی. مینشکار یعنی چی؟ چه ویژگی؟ ببینید، همونطوری که روی زمین ما بحث میادین مین رو داریم که مین گذاری در انواع مختلف انجام میشه، در دریا هم همین بحث هست. یعنی یک کار ویژه دیگه هر نیروی دریایی ممانعت دریاییه. معناش اینه که اونجایی که خودت نمیتونی دریا رو مورد بهره برداری قرار بدی، رقیب یا دشمن رو هم از بهره برداری از اون مین من بکن، که یکی از تجهیزاتی که این کار رو میکنه مینه. البته برابر قوانین درگیر مسلحانه، هر کسی که هر جا میدان مین برپا میکنه باید اعلامیه دریایی هم صادر بکنه. خب دشمنان معمولا این کار رو نمیکنن، یا آمدانه یا کوتاهی میشه. ناوهای مین شکار کارشون اینه که این مین ها رو پیدا بکنن، میادین مین رو خونسا بکنن و این مین ها رو شکار بکنن. اگر بخون یک کشور رو تحت محاصره دریایی قرار بدن، یکی از راهکارها اینه که ورودی بندرگاه های اونها رو مین گذاری بکنن، و اگر یگان مین شکار وجود نداشته باشه، شناور مین شکار، مین روبی این میدان شاید مدت های زیاد طول بکشه، اما این شناور میتونه به سرعت این کار رو بکنه. و این شناور بومی داره تولید میشه؟ این شناور به طور 100% بومی تولید شده.
بهمن ما ملحق میشه. انشالله بهمن ما. خب خیلی ممنون سهندم که فرمودید کاملا امتحانش رو. بله سهند انشالله، البته سهند همین الان آماده است. من به نظرم میرسه که 20 روز پیش بود همین حدود در بندر عباس وقتی از شناورها بازدید میکردم، با هر کدوم از ناوشکنها که صحبت میکردم ماموریت دریانوردی اقیانوسی پیش رو داریم، میگفتن که تنابامون رو برداشتیم آماده ایم، فقط بگو کجا بریم. سهند آماده است برای اعزام یک ماموریت، اعزام به یک ماموریت اقیانوسی دور، و همینطور سایر ناوشکنان نیروی دریایی الحمدلله در آمادگی خیلی خوبی قرار. آیا ماموریت بین‌المللی نیروی دریایی گسترش پیدا میکنه؟ قطعا. ببینید وقتی میگیم یک نیروی دریایی در مقیاس جهانی، معناش اینه که به طور فی نفسه بین‌المللی است، و همین الان وقتی ما برای انجام گشت‌های منطقه خلیج عدن و برقراری امنیت اونجا به ماموریت می‌فرستیم ناوگروهامون رو، همه از بنادر کشورهای دوست بازدید می‌کنن. اما یه ماموریت دور دریانوردی که پیش‌بینی شده برای ناوگروه جمهوری اسلامی ایران که انشالله سال آینده انجام میشه، بازدید از بنادر کشور روسیه است که دعوتنامش واصل شده و متناسب با برنامه‌ریزی که ستادهای بالاتر انجام خواهد داد و ابلاغیه که ما دریافت میکنیم، انشاءالله برنامه‌ریزی میکنیم برای انجام اون ماموریت. الان ناوگان دریایی تجاری رو عرض دارم میکنم که مشکل ایران نداره در آبهای بین‌المللی، کاملا تحت امنیت. بله هیچ وقت مشکل نداشتیم، همیشه تحت امنیت بوده، الان هم تحت امنیت کامله. اگر موضوع جبل طارق رو بخوایم بهش بپردازیم، ما هیچ وقت تصورمون این نبود که شناوری که داره با رعایت همه قوانین بین المللی در یک دریای آزاد دریانوردی میکنه، مورد تعرض و به نوعی دزدی و راهزنی دریایی قرار بگیره، که این کار رو انگلیس‌ها کردن و خب قطعا اگر بخواد تکرار بشه پاسخ محکمی رو دریافت میکنن. اما دریاهای مثل دریای سرخ توی ماه‌های گذشته یک دریای بسیار ناامن خودشون رو نشون دادن، و ما برای اینکه شناورهامون رو ایمن از اون منطقه عبور بدیم، تا امروز به طور پیوسته توی ماه‌های گذشته اسکورت مستقیم انجام دادیم، یعنی از منطقه رأس الحد شناورهای تجاری و نفتکش ما به طور مستقیم اسکورت شدن تا دهانه کانال سوئز. خیلی ممنون، متشکر. در برنامه گفتگوی ویژه خبری شرکت کردین. واقعا نمیدونم مخاطبان، شاید برای کمتر کسی همین این فرصت پیش بیاد که از کنار یه ناو تماما ایرانی بتونه بازدید کنه و با مردم صحبت کنه. واقعا غرور انگیزه که فرزندان این آب و خاک با ناوی که دقیقا خود همین ایرانی ها ساختن در آزمایش بین المللی، اونم در چه سطح گسترده و در چه سطح فنی بالایی، با دو تا قدرت بزرگ جهانی چین و روسیه آزمایش ترکیبی برقرار میکنن و اتفاقات خیلی مهمی افتاد. امیدواریم اون کسایی که باید پیام بگیرن و پیام های سیاسی، امنیتی و نظامی از این آزمایش، پیام هاشون رو گرفته باشن و خوب دوباره بتونن محاسباتشون رو تغییر بدن. ایران همیشه قدرتمند و در سایه اقتدار و امنیت نیروهای نظامیش باقی خواهد ماند. شب بخیر، خدا نگهدارتون.